بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران و روزداران و قیام کنندگان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمات بیکران الهی در این ماه مبارک بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های لحظه های آسمانی در این روزهای مبارک و این لحظات باصفا خدمت شما سروران و بزرگواران هستیم. به اجازه شما عزیزان، خدمت جناب استاد فضل الحق سلیمانی همکار عزیزم که در کنار من نشستن نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلیمانی بزرگوار، سلام و من الله علیکم. خوش آمد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بنده هم خدمت شما سروران گرامی، هم استاد سیغال عزیز و همچنین خدمت همین بینندگان عزیز ارج هر کجای دنیا که هستن عرض سلام دارم و ادب احترام، و امیدوارم که در روزهایی که از ماه مبارک رمضان سپری شده آنگونه این روزها سپری شده باشه که مورد رضایت الله متعال باشه. آمین. سلامت باشین. تشکر جناب استاد. خب بینندگان عزیز و گرامی، از اون جایی که البته اطلاع داره که وقت ما خیلی محدود است و کمتر از یک ساعت است و موضوعاتی که پیرامونش صحبت میکنیم اکثرا موضوعاتی است که در پرتو آیات قرآنی روی آن بحث و کنکاش و تأمل و تفکر صورت میگیره و تلاش میکنیم که بیشترین وقت را به جناب استاد سلیمانی عزیز که امروز مهمان برنامه هستند بتیم. و موضوع امروز برنامه لحظه های آسمانی، درهای روزی یا درهای رزق در قرآن کریم است و در این برنامه می خواهیم ابتدا با مفهوم کلی رزق و روزی آشنا شویم و همچنین با منبع و مصدر و اینکه چه کسی روزی میدهد و چه کسی رازق است با آن آشنا میشیم، و بعد از آن انشاءالله به برخی از درهای روزی اشاره خواهیم کرد. البته تمام این موارد در پرتو آیات قرآن کریم صورت میگیرد. میپردازیم به نقطه آغازین و مقدمه. جناب استاد سلیمانی گرامی، ابتدا میخواییم یک معنا و مفهوم کلی از روزی ارائه بکنیم. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. ما در زندگیمون روزانه، همه ما انسان ها، وقتی که بیدار میشیم، از وقتی که بیدار میشیم تا لحظه که میخوابیم و در تمام دورهای زندگی، هم مقام ما اینه که چطور به زندگیمون برسیم، چطور درآمد داشته باشیم، چطور مشکلاتمون رو حل بکنیم و چطور به فرزندانمون برسیم، چطور به آینده خودمون برسیم. اینها بله پزشک، همه این موارد در زندگی ما خیلی پررنگه. کاری که ما میکنیم، تلاشی که ما میکنیم، سفری که ما میریم، حتی تحصیلات ما، حتی به دنبال درس خوندن که هستیم، همین هم به خاطر یک هدف هست. و اون هدف چیه؟ اون هدف برای اینه که خیلی ساده بگیم زندگیمون تامین باشه. زندگیمون تامین باشه، زندگی فرزندانمون تامین باشه. ما فکر فرزندانمون هستیم، از کودکی، از بچگی، برای لباسهاشون، برای خورد و خوراکشون، برای تحصیلاتشون، برای بزرگتر میشن، برای ازدواجشون، حتی وقت ازدواجشون، برای زندگیشون بعد از ازدواجشون و زندگیشون، برای فرزندانشون. بعد این هم و غم رو ما همه در زندگی داریم. بله. این رو ما در تعبیر فارسی خودمون و خیلی ساده اگر بخوایم ازش تعبیر بکنیم، میگیم که هر کسی از خونه میره بیرون به دنبال رزق و روزی خودش. بله. معنی سادهش.
رزق در عربی، ما در فارسی بهش میگیم روزی. روزی. آنجا که در یک روز، حالا اگر درست باشه این تعبیر، انسان به دنبالش میگرده و سعی میکنه که به دست بیاره برای امرار معاش. آنجا که نصیب انسان میشه و بهره انسان میشه. این همون رزق و روزی است. در دیگه رمضان هستم. این گروه گرفتگی ها رو بر ما ببخشید. در قرآن کریم متعبیر رزق یاد میشه. ما نمیخوایم وارد لغتش بشیم. در ساده ترین معناش یعنی نصیب و بهره. نصیب و بهره انسان. نصیب و بهره انسان از زندگی. اما در اصطلاح وقتی که از رزق صحبت میکنیم یا همون روزی، خیلی وقتها تصور ما میره به سراغ این که فکر میکنیم رزق و روزی یعنی مال، یعنی ثروت. یعنی بیشتر بعد مادی موضوع در اذهان مستحضر میشه و خطور میکنه، درست است؟ اولین چیزی که به ذهن خطور میکنه و بیشترین چیزی هم که متاسفانه به ذهن خطور میکنه در برداشت از رزق این است که ما وقتی میگیم رزق یعنی مال دنیا. مال دنیا و حطام دنیا. بله. در حالی که رزق معنای وسیع تری داره و معنای خیلی گسترده تری داره از این که منحصرش بکنیم فقط در مال دنیا. در مال دنیا که میشه به تعبیر واضح تر بگیم که خانه و زندگی و بالاخره موتر و ماشین و نمیفهم چی و چی، درست است؟ مال دنیا، ثروت، خونه، زندگی، زن. حالا اون به هر حال زن یک کمی از این بحث مال دنیا خارج‌تر میشه، اما خب جزء نعمت دنیا هست. رزق در قرآن کریم وقتی که ما نگاه میکنیم ابعاد مختلفی داره. یک ابعاد جسمی داره که مرتبط میشه به جسم ما که بیشتر این رو ما مد نظر داریم در برداشت اولیه. بله. نظر رزق. به یک ابعاد روحی داره، یک ابعاد معنوی داره. رزق تنها مال نیست، مال یک بخشی از رزقه. مال بخشی از رزق است. مال رزقه. سلامتی رزقه، تندرستی رزقه. هر آنچه که ما در جسممون داریم رزق الله تعالی است برای ما. چشم یک رزقه، گوش یک رزقه، شنوایی، بینایی، خود هوش، خود عقل، خود درایت، خود زندگی، اینا همش رزقه. همسر خوب رزقه، فرزند خوب رزقه. فرزند خودش اصلا کلن رزقه. همسر رزقه، باز خوب بودنش یک رزق جداگانه است. انسان اخلاق خوبی داده الله تعالی بهش، این یک رزقه. ایمان داره، این رزقه. این انسان یک سری صفات کریمه داره، صفات محسنه داره، اینا رزقه. جمال داره، رزقه. کمال داره، رزقه. و انسان انسان هر آنچه که الله متعال در صفات، در کمال، در مال، انسان خوشنامیه، ریش سفید قبیله است، بزرگ یک منطقه است، این همش رزقه. ما وقتی که میگیم رزق تنها مال نیست، هر آنچه که الله متعال از امکانات مادی و هر آنچه که الله متعال از نعمتهای معنوی و صفات معنوی به یک انسان عطا میکنه، این رزقه. و قرآن وقتی که از رزق صحبت میکنه این معانی رو در بر میگیره همش. الله متعال وقتی که در آیات قرآن کریم نگاه میکنیم، مثلا درباره خود قرآن کریم وقتی که صحبت میکنه که این قرآن از طرف الله تعالی است و در لوح محفوظ هست، بعد میفرماید که شما در مقابله با این قرآن و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، آیا بهره شما از قرآن، رزق شما از قرآن اینه که تکذیبش میکنه؟ اینجا یعنی قرآن رزقه. و تجعلون رزقکم، رزق کم درباره قرآن، آیا رزق قرآن، رزق شما اینه که شما به جای اینکه قرآنی که به شما رزق داده شده، روزیه، قرآن رزق الله تعالی است، نعمتی است از طرف الله تعالی، آیا رزق شما، بهره شما از قرآن اینه که تکذیبش میکنه؟ و من ما رزقناهم ينفقون. الله متعال در چندین آیه قرآن کریم این تعبیر رو میکنه. در ابتدای سوره مبارکه بقره از صفات متقینه که اینه که و من ما رزقناهم ينفقون، در آیه در سوره مبارکه انفال و آیات دیگر هم داریم. از آنچه که الله روزی اونها کرده انفاق میکنن. این فقط مال نیست، بخشش ماله. یک کسی از مال نداره،
خب آیا این که مال نداره آیا در حکم این آیه داخل نمیشه؟ چون مال نداره پس رزق و روزی انفاق برای این معنا پیدا نمیکنه. آن کسی که مال داره از مالش انفاق میکنه، آن کسی که مال نداره علم داره، علم رزقه، علمش رو بذل و بخشش میکنه. یک کسی هست قدرت داره، نه مال داره نه علم داره، زور داره، میاد شکرانه بازوی توانا بگرفتانی دست ناتوان است. این میاد قدرتش رو میاد یک جایی کمک میکنه. کسی هست نیاز به کمک داره، درمانده ای هست، مظلومی هست، در مقابل ظالم باید وایسته، میاد وای میست و کمک میکنه. این رزقه. و امثال اینها یک کسی هست بزرگ یک قبیله است، ریش سفید یک قبیله است، هیبتی داره، مکانتی داره، جایگاهی داره، برای حل اختلافات میاد از مکانتش، از این رزقش میاد استفاده میکنه، من انفاق میکنه، وساطت میکنه، میانجی. یک کسی هست وقت داره، بیکاره، وقتش رو میگذاره برای چی؟ برای خدمت به دین، برای خدمت به مردم، برای خدمت به امن و آنش. اینم رزقه. و من ما رزقناهم ينفقون، هر چیزی رو که الله تعالی روزی انسان کرده. و این تخت به تعبیر عربیش تختلف بعض الناس انبا و الله تعالی میفرماید که شما رو برخی رو بر برخی دیگه در رزق برتری داده، یکی در یک بودی از رزق، یکی دیگری در بود دیگری از رزق، و یکی دیگری در بود دیگری از رزق. و همه اینها در انفاق از رزق وقتی که مراد الله متعال وقتی که امر میکنه به اونها بستگی داره به نوع رزقی که طرف الله تعالی بهش داد. پس مفهوم رزق تنها مال نیست، یک معنای وسیع رو در بر میگیره و هر آن نعمتی که الله تعالی به ما داده، از مال، از نعمتهای دنیا، از معنویات، از صفات کمالی، همه اینها در رزق داخله و ما این معنی رو میخواییم مد نظر داشته باشیم. تشکر. پس معنی رزق تنها منحصر و مختصر در بعد مادی نمیشه، بلکه ابعاد گسترده تری داره، بعد معنوی و بعد روحی داره. اگر اجازه بدین جناب استاد، همراه با بیننده های عزیز و گرامی پس از ارائه مفهوم رزق یک میان برنامه کوتاه را میگیریم و پس از این میان برنامه انشاءالله باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم، لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می‌پوشاند و نیز لباسی که مایه زینت شماست و لباس تقوا بهترین لباس است. این از نشانه های الله است، باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم. و قبل از میان برنامه گفتیم معنای رزق وسیع‌تر و گسترده‌تر از مال دنیاست. علم، کمال، اخلاق، صفات مختلف دیگری که خداوند برای فردی از افراد ارزانی کرده، این هم رزق هست. حالا جناب استاد سلیمانی بزرگوار، این مال یا این کمال یا این جمال بگیم که این گفتین رزق است، این رزق کی میده؟ مستر رزق کیست؟ رازق چه شخصی است؟ چه طرفی است بگیم؟ این نکته که شما اشاره فرمودید دوستان سیخان عزیز بسیار نکته مهم و کلیدی است. و تفاوت بین
دیدگاه یک انسان مسلمان و غیر مسلمان نسبت به رزق رو مشخص میکنه. ما در قرآن کریم وقتی که درباره رزق میایم با این مفهوم وسیعش که صحبت کردیم، وقتی که در این بررسی میکنیم و میبینیم آیات مختلفی به ما گوشزد میکنه این موضوع رو که دیدتون نسبت به رزق درست باشه. ما اصلا تو این برنامه هدفمون همینه، میخوایم به یک دید درست برسیم از رزق و مفهوم رزق در خلال آیات قرآن کریم. رازق کیست؟ رزق از کجا میاد؟ آیا من انسان خودم رازق خودم هستم؟ اینما اینه که این من آقا من هنر دارم، من خودم هنر دارم، من زرنگ بودم، من تجارت بلد بودم، من بازاریابی بلد بودم، انما اوتیتوه علی علمین عندي. این صحبتی که قارون کرد، یا اینکه من مثلا مهندسی خواندم، من پزشکی خواندم، بالاخره یک مهارت خاص و ویژه‌ای دارم، این هنر خودمه. این تصور، این تلاش خودمه. الله متعال میاد چیکار میکنه به یک بنده‌ای که به او رزق داده بود به حدی که الله متعال میفهمد که کلید خزانه های گنجه های او رو، گنجه ها رو وقتی میخواستن حمل بکنن یک لشکری لازم بود تا فقط کلید های گنجه های قارون رو حمل بکنن. در پایان سوره قصص مفصل الله متعال در قارون صحبت میکنه که انقدر به او مال داده بود و اتینا هم نر کنوز، انقدر به او گنج داده بود که ما این مفاتیح هولتنو و بلعصبت اولی القوه. این آدم رو بعد تفکرش چی بود؟ حالا فکر میکرد که انما اوتیتوه على علم عندي، قال انما اوتیتوه على علم عندي. این اگه به من رسیده این همه گنج و ثروت و به هر حال مال هنر خودم بوده. این یک تصور است. الله متعال بعضی این تصور رو دارن که من، بعضی یک تصور دیگه دارن، من با فلان ولی، با فلان نبی، با فلان خدای ساختگی، عیسی به من داده، موسی به من داده، هادی به من داده، نقی به من داده، پیر به من داده، فلانی اختیار آسمون و زمین دستشه، فلانی ابرها دستشه، فلانی غیر الله تعالی. اینها این تصور رو دارن اگر بری پیش فلانی قربانی بکنی و نذر و نیاز بکنی مشکلت رو حل میکنه. ما وقتی که گفتیم که رزق و روزی فرزند مثلا، رزق هست یا نیست؟ بله. سلامتی رزق هست یا نیست؟ شکی نیست. آبرو عزت رزق هست یا نیست؟ بله. یک کار خوب حتی رزقه، یک شغل خوب یک رزقه، یک تحصیلات علمی رزقه. خب همه کسایی که میرن سر قبر اینو، سر مزار اینو، یا فلان مدد یا فلان مدد میگن به چه نیت؟ به خاطر چی میره؟ خب اصلا خود جلب منفعت یا دفع مضرت همش ماحول رزق میچرخه دیگه. اصلا هدف از رفتن پیش غیر الله مگر همین نیست؟ چی میخواد؟ الله تعالی میخواد اصلا رزق میخوان، روزی میخوان دیگه، با تمام این معانی که ما گفتیم. یکی از اینا هست. الله متعال میفهمد در آیه 31 سوره مبارکه یونس خطاب به ابو جهل و ابو لهب. ما از اونها شروع میکنیم که خود به خود بگیم که این آدم هم حتی تفکرش نسبت به رزق چطوری بوده. بقیه دیگه به طریق اولا باید مشخص بشه که آیا میخوان مثل ابو جهل باشن یا بدتر از ابو جهل. الله متعال فرمود ای پیامبرمون از اینا بپرس، قل من یرزقکم، کی به شما رزق میده؟ من السماء والارض، از آسمون و زمین. و من یملک السمع والابصار، مالک گوش و چشم کیه؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زنده از مرده بیرون میکنه، مرده از زنده بیرون میکنه، کیه؟ و من یدبر الامر، کیه که تدبیر عالم دستشه؟ فسیقولون الله، میگویند الله. این حرف ابو جهل و ابو لهب و ابو جهل هم اینو میگفت که رازق کبار قریش بود، که رازق الله تعالی است، روزی رو الله متعال میده. حالا ایده هستن از ابو جهل هم پایین تر میرن دیگه در اعتقاد و بدتر از اونه. آیات دیگری الله متعال میفهمند ان الله دست و جزاریات ای پنجاش ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، فقط الله تعالی است که رزاق، رازق نه فقط رزاق، رزاق صیغه مبالغه است، مبالغه یعنی پیاپی هر لحظه داره رزق میده. ذو القوة، قوت از خزائنش هیچی هم کم نمیشه. ذو القوة المتین، قوت متین و سختی هم داره و هیچ کسی هم در رزق دادن به مخلوقاتش مانعش نیست، الله تعالی است. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، خلاصه کنم آیه غیر از الله تعالی رازقی در زمین و آسمان دارید؟ سؤال الله تعالی است.
مشخصه که دیگه نیست. علی متعال وقتی که یک عده‌ای فرزندانشون رو از ترس گرسنگی میکشند، هستن کسانی کشتن یه عده زنده بگون میکردن به خاطر اینکه خرجشو در نمیاره. یه عده‌ای الان از ترس این بچه دار نمیشن که الله تعالی خب من خرجش از کجا بیارم؟ 10 تا بچه رو کی خرج میده با این تعبیر؟ بله 6 تا یک بچه داره، خب چرا بیشتر نمیکنین بچه‌ات؟ خرجشو خب خرج مصرف داره اینا کی میده؟ خرجشو کی میده؟ مدرسه‌شو کی تامین میکنه؟ خرج ازدواجش از کجا میاره؟ علم تعالی میفهمه لا تقتلوا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، در جای دیگری خشیت املاق و سوره انعام مصرا لا تقتلوا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایهم. از فقر نکشید بچه‌هاتون، منم که به شما روزی میدم و به اونها، و باز میفهمد از ترس فقر نکشید که منم به اونها روزی میدم و به شما. ایاکم و نرزقکم و ایاهم، نرزقهم و ایاکم با دو تعبیر مختلف. اگر نمیشد که بگوید که نرزقکم یعنی شامل تهدید میکنه، مشخص میکنه که شما و آنها را، آنهایی که شما میکشین از ترس رزق. تو از وقتی که توی بابای کران از ترس رزق میکشی بچه تو، از وقتی که به دنیا آمده تا الان کی به تو رزق میداد؟ آن که دندان دهد نان دهد. این مفهوم رو باید اصلاح بکنیم که غیر الله متعال رازق نیست، رزاق الله تعالی است فقط، و تمام آنچه که از رزق و روزی هست و خزانه های رزق و روزی با اون معنی واسعی که ما گفتیم که تمام ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره، برمیگرده به الله تعالی. این خیلی مهمه و به ما کمک میکنه در شناخت کلیدهای روزی، درهای رزق و روزی رو. الان ما یک درهای رزق و روزی داریم، کلیدی میخواد این در، کلیدش کجاست؟ اول باید بفهمیم که اصلا مصدر کجاست، مصدر پیدا کرد که کلیدها رو از اون بگیریم. الان کلیدها رو از کجا تهیه کنیم که بیان درهای رزق و روزی رو باز کنیم؟ اینها قوانین عالمه. ما یک سر قانون ها داریم در دنیا استاسی غیر اساس، قانون هایی که دو تا میشه 4 تا، امکان نداره بشه 5 تا، 4 تا تموم شد دیگه، این قانونه. الله تعالی میفهمد من عالم رو خلق کردم، من خلق کردم خلق آسمان و زمین، الله تعالی هست یا نیست؟ رزق و روزی به دست منه، من قوانینی گذاشتم در عالم که این قوانین رو هر کی رعایت بکنه نتیجهش رو میبینه، و من جمله این قوانین قوانینی است که الله تعالی در رزق و روزی داره، در قرآن کریم برای ما بیان کرد. و اولین قانون اینه که رازق و رزاق منم فقط من الله تعالی هست، این قانون اول. بعد از این اگر اعتقاد ما به این موضوع درست شد، الان ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ از درهای رزق و روزی. بله. شاید یک کسی بیاد بگه قرآن کتاب الله تعالی است، قرآن کتاب خداست، از دید بعد یا بعضی ها قرآن کتاب دینه، به دنیا کاری نداره، پرخیابه ای باوره. چه ارتباطی هست از دید اونها؟ آقا شما دنبال رزق و روزی، اونا میگن مال، تجارت، اقتصاد. اقتصاد رو شما در قرآن دنبالش میگردی برای چی؟ این کتاب دین است. شما باید بیایی بری سراغ فلان تاجر، فلان ثروتمند، میلیاردر، فلان اقتصاددان، فلان استاد اقتصاد تا به یاد بده که چطور رزق و روزیت رو زیاد بکن. اولا گفتیم که اصلا رزق و روزی فقط بعد مادی نداره. در ثانی الله متعال میفهمد خالق آسمان ها و زمین منم، هل من خالق غیر الله یرزقکم، کسی که روزی میده باید خالق باشه، خالقه که اختیار روزی بندگان دستشه. چرا؟ چون بنده رو خالقه که میشنازه که چه نیاز داره. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در آسمان و زمین نیست مگر اینکه رزقش پیش کجاست؟ الله تعالی در آسمان هست. هیچ جنبنده ای، کسی که خالق نیست نمیتونه رازق باشه و رزاق باشه، چون آگاه نیست به مایحتاج مخلوقات و خبر نداره از حالشون و از نیازهاشون با خبر نیست. این مسئله بسیار مهم است که ما باید با تمام وجود این رو درک بکنیم و احساس بکنیم که الله تعالی است که فقط رازقه.
و بلکه رزاقه و در مایحتاج خودمان و در نیازهای خودمان هر آن چیزی که ما بهش نیاز داریم باید بریم پیش الله تعالی. اما از کجا شروع بکنیم؟ میان سراغ موضوع ابواب رزق، درهای رزق. بله، درهای رزق در قرآن کریم وقتی که نگاه میکنیم گفتیم الله تعالی خودش رزاق است و رازق است. من نیاز دارم به یک روزی، یک مشکلی دارم در گوشه ای از زندگی خودم، باید حل بشه. کجا باید برم؟ باید برم پیش الله تعالی. بهترین راه ارتباط با الله تعالی چیست؟ نماز. واقیم الصلات لذکری. الله تعالی می فهمد نماز رو برپا دار به خاطر یاد من. نماز ارتباط با الله تعالی است. نماز به تعبیر خیلی ساده‌تر یک تماس تلفنیه. الان میخواد کسی مثلا با یک تاجری، با یک ثروتمندی ارتباط بگیره، خیلی ساده بهترین راهش چیه؟ گوشی رو برمی‌داره زنگ میزنه، شماره شده. ما برای ارتباط با الله تعالی بهترین حالت برای ارتباط با الله تعالی چیست؟ نماز. وضو میگیریم، آماده میشیم، رو به قبله میایستیم، جانمازمون رو میندازیم، شروع میکنیم به نماز خوندن و دست بلند میکنیم و از الله تعالی میخواییم آنچه رو که نداریم. از الله تعالی میخواییم ادعونی استجب لکم و قال ربکم، پروردگار شما گفت ادعونی، از من بخواید، استجب لکم، میدم به شما. خب این وعده الله تعالی است. این وعده یک تاجر نیست، وعده رازق است، وعده کسی است که روزی میدهد و خودش تو را مخاطب قرار میدهد که از من بخواد تا اجابت کنم، از من بخواد تا برایت بدهم و راهشم مشخص میکنه. برای نماز خواندن 5 وقت به ما گفته نماز بخونید اونطوری که شایسته است. نماز اولاش به اینه که با جماعت خونده بشه، برای کسی که در فضایی هست که جماعت هست. من صبح میرم سر کار، تا زور دارم کار میکنم، زور اذان میده، باید مغازه رو ببندم برم مسجد برای نماز جماعت. عصر بعد مغازه رو ببندم برم مسجد برای نماز جماعت. مغرب مغازه رو ببند برم مسجد برای نماز جماعت. عشا مغازه رو ببند برم مسجد برای نماز جماعت. شب که رفته خانه خوابیدی، اذان صبح شد، بلند شد، برو مسجد برای نماز جماعت. 5 بار. این سوال پیش میاد که الان 5 بار در روز یک نفر فکر کنه خب من در اوج کار، عصر، مغرب، عشا، مشتری هم هست، این 3 ساعت خیلی شلوغه بازار غالبا، عصر، مغرب، عشا، نزدیک هم هست، شما فکر کنید مثلا ساعت 5 عصر، ساعت 7، ساعت 9، 8:30 شب، بله، ببند مغازه رو 20 دقیقه نیم ساعت برو بیا در اوج بازار. ظاهر این قضیه کار باشه، کار داشته باشه، اما ظاهر این دوتا با هم جمع نمیشه. ظاهرا کار کن الان علی تعالی، من خب کار میکنم تا رزق روزی به دست بیاد دیگه، بعد تعطیل کنم برم نماز بخونم. اینجا ظاهرا در رزق و در روزی در مغازه است. به تعبیر و فرموده شما در روزی ظاهرش مغازه است، بعد ببندش. اگر رزق میخوای و روزی میخوای، واقعا الله تعالی رزق و روزی بده و برکت بده، در رزق ظاهری رو باید بست و رفت در مسجدی که اصل رزق اونجاست باید باز کرد. دلیل؟ بله دلیل. طبعا در سوره مرکه تها الله متعال در آیه 132، اینو من تاکید میکنم تا عزیزان اینا رو یادداشت کنن. آیه 132 در سوره مرکه تها تها الله متعال میفهمد و امر اهلک بالصلاه، خانوادت رو امر کن نماز بخونن، خانوادت رو امر کن، بچه، زن، دختر، همه، خودت هم پایبند باش. و امر اهلک بالصلاه و اصطبر علیها. خب الان من اگه بخوام 5 وقت مغازه رو تعطیل کنم برم، خدای خب رزق روزیم چی میشه؟ بچه‌م هم کار میکنه، اونم امرش کنم به نماز، خانوم هم داخل خونه کار میکنه، اونم امر بکنم به نماز، این چی میشه؟ رزق روزی چی میشه؟
برخی این سوال در ذهنشون هست و بارها گفتن و بارها گفتن و تکرار میکنن که خوب آخر میگن کارم عبادت است، کارم عبادت است، ما دارم کار میکنم، من عبادت میکنم، ما در عبادت هستم فعلا. کار تا وقت عبادت است که مزاحم چیز نباشه، عبادت نباشه. کار وقت عبادت است که عبادت ترک نشه. کار وقت عبادت است که عبادت ترک نشه. نماز مهمتر از کار. علی متون و دلیلش؟ دلیلش و امر اهلک بالصلاة واستبر عليها آیه 132 تاها. آیه 132 تاها یکی از رمزهای گشایش چیه؟ این کد بانکه، کد رزقه. این بانک‌ها بعضی وقت آدم آبر بانک میندازه داخل کارش داشه میندازه میگه کد تو وارد کن، اگه میخواد پول برداره بعد کد وارد کنه، کدش تو وارد کنه. سری شماره این آیه 132 سوره بقره یکی از ایناست. من چند تا کد امروز میخوام بدم، یکی از این کدها اینه. آیه 132 سوره ببخشید سوره طه. بله آیه 132 سوره طه ما امر میکنه که چیکار کنیم؟ نماز بخونیم، نه تنها خودمون به پایبندی بخونیم و خانواده هم بکنیم. و امر اهلک بالصلاة واستبر عليها. خب نماز بخون پنج وقت، جماعت شو تعطیل کن برو. خب خدایا رزق و روزی چی میشه؟ بازار این هم مشتری. ادامه آیه لا نسألوك رزقا. من الله از شما رزق نمیخوام، منم که به تو دارم رزق میدم. من از تو رزق نخواستم، از تو عبادت خواستم. تو به خاطر من، به خاطر من کارتو تعطیل کن، بیا نماز بخون. لا نسألوك رزقا نحن نرزقك. منم تو رو رزق میدم یا نه؟ بله. مگر من الله نیستم که رازق تو هم. وقتی به تو میگم بیا نماز بخون، مغازتو ببند، بیا، فکر روزی تو کردم یا نکردم؟ مگر من نفرمودم که ما من دابت فی الارض الا على الله رزقها؟ مگر من نگفتم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؟ مگر من رزق روزی تو رو مگر نگفتم نحن نرزقكم و ایاها؟ من به تو رزق میدم، تو چی کار داری؟ تو بیا، تو بیا مسجد، من به تو میگم بیا مسجد، تو دل بکن بیا مسجد، پنج وقت نمازت رو بخون. اگر اون موقع برکت رو در رزق و روزی ندیدی بعد گله کن. و امر اهلک بالصلاة واستبر عليها. چرا بعد از نماز مسئله رزق ذکر میشه اینجا؟ بعد از پایبندی به مداومت در نماز. و امر اهلک بالصلاة واستبر عليها متصل علیه تعالی میفهمند لا نسألوك رزقا. یا آیه مشابه دیگر جناب استاد سلیمانی بزرگوار و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون متصل. این آیه که شما اشاره فرمودید معناش باز وسیع‌تر از اینه. سبحان الله. اینجا اشاره فقط به نمازه، اونجا به کل عبادت ها است. اصلا الله تعالی میفهمد من تو رو بخاطر چی خلق کردم؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون، من تو رو خلق کردم تو عبادت منو بکنی. اینجا من هدف این بود که بعد از این آیه مباشره ما اريد منهم من رزق. خب این سوال پیش میاد، خدا اگه من همش به عبادت تو مشغول باشم، خب من یک انسانم، محتاجی دارم، نیاز به رزق و روزی دارم. باز شبیه همین که در آیه 132 سوره مارکه تاها بود، در آیه 56 سوره مارکه زاریات هم هست و 57 و 58 این آیه که شما فرمودید 56 است و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. آیه 57 میفهمد ما اريد منهم من رزق، من از اونها رزق نمیخوام. و ما اريد ان يطعمون، و من نمیخوام که اونها به من غذا بدن، طعام بدن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله تعالی است که رزاقه و رزق میده همه شما رو و قدرت بسیار زیادی داره. نماز و عبادت ها اگه با پایبندی انجام بشه ما رو به رزق و روزی میرسونه. این اولین و مهمترین و مهمترین کلید رزقه که متاسفانه خیلی از ما از اون غافلیم. ما نماز رو ترک میکنیم به بهانه چی؟ به دست آوردن رزق و روزی، در حالی که رزق و روزی خودش در نماز. متاسفانه و بدبختانه ما شاهد هستیم که اگر یک نگاهی بیندازیم به روزهای عادی، اگر وقت نماز صبح ساعت 5 صبح باشه، وقتی انسان به بیرون از خانه سری بزنه هیچ کس را نمیبینه به جز عده محدودی، و در مقابل اگر ساعت 7 که وقت کار و بار مردم است به طرف خواه ادارات حکومتی باشه، خواه بحث تجارت اینها باشه، اصلا جاده ها و خیابان ها مملو از
بشرن مملو از مردمن، فکر میکنن که رزقشان و روزیشان در همین کارهای دنیا نهفته است، در حالی که خداوند مهمترین کلید رزق را نماز معرفی میکنه. نماز معرفی میکنه. خب عزیزان گرامی، باز هم با هم یک توقف کوتاهی می داشته باشیم، میان برنامه می بینیم و بعد از این میان برنامه انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ای فرزندان آدم، در هر نمازی خود را بپوشانید و بیارایید و نیز بخورید و بیاشامید و اسراف و زیاده روی نکنید، همانا الله اسراف کنندگان را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب روزداران گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره باز هم در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم و قبل از میان برنامه جناب استاد بزرگوار استاد فضل حق سلیمانی به مهمترین در رزق یا به تعبیر دیگر بگیم به شاه کلید، یک کلید مهم روزی که نماز بود اشاره کردن و کد این کلید را هم گفتن، آیه 132 سوره طه که الله تعالی به فرد اول خانواده دستور میده، امر میکنه که وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليهم واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. حالا میپردازیم به برخی کلیدهای دیگر که البته کلیدهای دیگر و درهای زیاد روزی در قرآن ذکر شده، اما چون وقت برنامه یاری نمیکنه، جناب استاد سلیمانی بزرگوار خواهش میکنم که اگر خیلی کوتاه و فشرده به تک تک درها اشاره کنین تا بیننده هایی که دنبال رزق هستن، که همه ما البته دنبال روزی هستیم، با این درها آشنایی پیدا کنیم. همجور که شما اشرف فرمودید هم وقت برنامه هم یاری نمی کنه، هم گروه آقای سلیمانی هم یاری نمی کنه، انشاءالله که بینندگان عزیز ارجمند بنده رو معاف بکنن. ما موضوع بحث نماز رو اشاره کردیم که مهمترین موضوع هست. بله، واقعا نماز تمام درهای رزق و روزی رو به سوی انسان باز میکنه، اگر اونگونه که باید خوانده بشه سر وقتش مرتب با خشوع با خضوع و با استمرار و اولویت با جماعت برای کسانی که مقدور هست. میشه ایره جناب سلیمانی صاحب، نماز به امو باب و دروازه بزرگ بازار تشبیه بده، مگر اصلا کلا دیگه این بانک مرکزی هست. بانک مرکز. بعد از نماز سوره ملکه 9، سوره ملکه 9 آیه 10 11 و 12 آیات بسیار مهم است. سوره ملکه 9 درباره رزق. نوح علیه السلام، الله متعال از زبان نوح علیه السلام میفهمد که یکی از مواردی که به قومش میگفت این بود، فقل، این کلید بعدی است، نماز و کسانی که هر گونه مشکلی در زندگی دارن. الان اینجا در این آیه ما تفاصیلش بیشتر میبینیم. یک شاه کلید دیگه برای باز کردن درهای رزق و روزی، استغفار، طلب بخشش از الله تعالی، توبه کردن، تحول، بازگشت به سمت الله تعالی، آدم خوبی شدن،
زبان انسان استغفار بکنه، استغفر الله استغفر الله، با دل بگه الله تعالی یا الله من ببخش. این کثرت استغفار زیاد طلب بخشش از الله تعالی. نوح علیه السلام میفهمد، الله تعالی میفهمد نوح، خب نوح پیغمبر که پیش خودش نگه دیگه، قرآن هم داره تایید میکنه حرف. به اونا میگفت فقلت استغفروا ربکم، به اونا گفتم استغفار کنید پروردگارتون رو، انه کان غفارا، بسیار بخشنده است. غفار بسیار بخشنده است. نتیجه چی میشه؟ استغفار، بله. توبه کردن، گناه انسان پاک میشه، انسان بنده خوب میشه. وقتی خوب شد محبوب الله تعالی میشه، وقتی که محبوب شد دیگه اون موقع الله تعالی همه چیز براش میسر است. نتیجه چی؟ در آیه 11 و 12 یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمان پشت سر هم برای شما میریزن نعمت الله تعالی. قحط سالی، چرا ما نماز استسقا میخونیم؟ برای نماز باران میخونیم، چون در اونجا استغفار میکنیم. استغفار، خیلی از کشاورزها مینالن، بله، از باران، بله، استغفار کردن. استغفار نعمت های الله تعالی رو به ما سرازیر میکنه از آسمان. یرسل السماء علیکم مدرارا، الله تعالی میفهمه در آیه 11 سوره کنون. بعدش و یمددکم باموال، به شما مال میده الله تعالی. کسی که مشکل داره، کار خوب گیرش نمیاد، میره کار پیدا کرده درآمدش خوب نیست، میگه که من مشکل دارم در تأمین امرار معاش زندگی خودم، باید یک بررسی بکنه نمازش چطوره با الله تعالی، نمازش خوب میخونه یا نمیخونه. اون گفتیم ماک مرکزی شاکلیده دیگه، آیا واقعا نمازش خوبه؟ بعدش بیاد چقدر با الله تعالی رابطهش در توبه و استغفار خوبه، چقدر از گناهان خودش معذرت خواهی میکنه و استغفار میکنه به الله تعالی. اگر استغفار بکنه الله تعالی میفهمد که نتیجه استغفار اینه که یمدد کن به اموال، به شما مال میده. استغفار، کثرت استغفار، انسان روزانه استغفار بگه تا میتونه استغفار بگه. بعدش چی؟ مال. تا اینجا هم چی بود؟ باران، مال و بنین، فرزند. کثرت استغفار سبب میشه که الله تعالی به انسان فرزند بده. و یکی از رزقها، بزرگترین رزق، یکی از بزرگترین رزقها فرزنده. بله. و ما میبینیم که حتی ابراهیم علیه السلام، زکریا علیه السلام، این دوتا از پیامبران بزرگوار الهی در سنهای پیری که حتی خودشون هم تعجب میکردن و خانمهاشون هم پیر بودن، علیه مطال بعد از 70-80 سال بهشون فرزند میده. و این رزقه با دعا، با استغفار. زکریا علیه مطال میفهمد هنالک دعا زکریا ربه، وقتی که دید که علیه مطال به مریم به خاطر پاکیش و نجابتش در غیر فصلش داره میوه هایی بهش میده که اصلا مال این فصل نیست، از کرامات مریم علیه السلام میکشیم، بود که کلا ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، میدید رزق داده الله تعالی، میوه هایی داده که اصلا تو بازار نیست. قال انا لکی هذا یا مریم، انا لکی هذا، این رزق و روزیه که در غیر فصل آن در نزد تو سیر کی داد برد؟ ای مریم، اینان از کجا آوردین؟ قال ان الله يرزق من يشاء بخير، الله تعالی هر کسی که بخواد میده. اونجا رفت زکریا دعا کرد و فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب. ببینید بحث دعا، استغفار و نماز چقدر این سه تا کلید به هم نزدیکه. با کارهای نشد رو، کارهایی که شبه محاله برای ما، اینها رو حل میکنه. این کلید انقدر زورش زیاده، کلید نماز، دعا و استغفار. کلاه متعال در داستان زکریا میفهمد، زکریایی که پیر بود خودش و تعجب کرد، بله، اعلد و انا عجوز، برای زن ابراهیم علیه السلام هم گفت و خود زکریا هم گفت انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، من به سن پیری رسیدم، زنم به سن یایستگی رسیده، ما فرزندار میشیم، بله، اما چطور؟ الله متعال میفهمد کجا بشارت بهش رسید. فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، نماز میخوند، نماز، دعا میکنه. هنالک دعا زکریا رب، دست بلند کرد. انسان اگر وضو بگیره به بالله، مشکل اینه که ما خیلی وقتا کلید رو داریم، نمیریم دنبال حل مشکل. وضو بگیریم، نماز بخونیم، دست بلند بکنیم، دعا بکنیم و استغفار بکنیم. بین فعل زکریا علیه السلام و دعای حضرت نوح علیه السلام و جمع بکنیم، استغفار بکنیم، در نماز استغفار بکنیم. اون موقع علیه متعال میفهمد در آیه سوره مارکه نوح آیه 10 یا 11 و 12
و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اینا همش نتیجه چیه؟ استغفار. یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمون میباره براتون نعمتا، بهتون مال میده، بهتون فرزند میده، بهتون باغ ها میده، بهتون نهر ها میده. این همش رزقه. با چی به دست میاد؟ با استغفار. نماز، دعا، استغفار. استغفار. کلید بعدی شکر نعمت. و قال ربكم و اتعذن ربكم لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمت، نعمتت افزون کن. تشکر از الله متعال. اگر میخوایم نعمتی استمرار داشته باشه و میترسیم از زوالش، راهش چیه؟ شکر نعمت، تشکر از الله متعال، شکر نعمت الله متعال. شکر نعمت فقط لفظی نیست که من بگم خدای شکرت، این یکیشه. شکر نعمت، نعمت رو انسان مال داره بذل بخشش میکنه، علم داره به دیگران یاد میده. و ما رزقنا هم ينفقون دیگه گفتیم، از رزقی که الله تعالی داره خداوند برای در راه الله تعالی و رضایتش باید استفاده بشه. نماز، دعا، استغفار، شکر نعمت الله متعال، توکل پنجمین کلید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. در سوره طلاق الله متعالی اسم میفهمد، هر کسی که به الله تعالی توکل بکنه، امرش بسپار به الله تعالی برش کافیه. الیس الله بکاف نبده؟ آیا الله تعالی برای بندهش کافی نیست؟ این سواله دیگه. الله متعال سوال میکنه، آیا الله متعال برای بندهش کافی نیست؟ توکل به الله متعال یکی از چی است؟ از کلیدهای دیگری است که الله متعال برای ما اینو باز میکنه. غیر از توکل، برای کسانی که ازدواج نکردن، ازدواج برخلافه، ازدواج تا جایی که دو مورد دیگه ای که من رو میخوام ذکر بکنم، ظاهرش اینه که ما اینها رو از موارد میبینیم که شاید بخاطر مفهومش اکسیس در نزد مردم، دقیقا متاسفانه نگاه همه. یعنی به این معنی که تو مصرف میکنه، نه ای که برای تو زمینه رزق و دروازه رزق یا روزی رو باز میکنه. در سوره مبارکه نور آیه 32 این البته تصور عموم، تصور عموم این است که ازدواج کردن، تصور ظاهری. اصلا میگه چرا ازدواج نمیکنید؟ میگه پول ندارم. خب اگه میخوای پول دار بشی ازدواج کن. خب دلیلش، دلیل میدارم براتون. سوره مبارکه نور آیه 32 الله تعالی میفرماید و انکح الایام منکم و الصالحین من امائکم. آیه 32 و انکح الایام منکم، به نکاح در بیارید مجردان. خلاصه شد دیگه. ایاما، ایاما اصلش مال چیز هست، مال کنیزا و غلاماست و موقع بوده. بحث و الصالحین و الصالحین من عبادکم. خلاصه مجردان. ایاما یعنی عزاب بی همسران. پس برای همسرداران رای وجود نداره اینجا. برای همسرداران هم که بالاخره خود ازدواج تاثیرش رو دیدن، همسردار حتما دیده تاثیرش رو، اگر ندیده تو نمازش و جای دیگه‌اش تجدید نظر بکن. ازدواج بی همسران رو بگیم، حالا بی همسران رو زن بدید. خب خدا جون پول ندارن، پول ندارن، از کجا زن؟ این یکون فقراء، ادامه آیه است، این یکون فقراء، اگر فقیر باشن، یغنیهم الله من فضله، الله تعالی از فضلش اینها رو به نیاز میکن. اگر نیت ازدواج عفت تقوای الهی باشه و انسان بخواد به خاطر الله متعال ازدواج بکنه، این بعدی الله تعالی است. تو قدم بگذار بر مبنای شرع دیگه، نه که بر اونجا بشینه خب مهریه ما میخوایم به شما بدیم، عاشق چشم ابروی دختره شده، مهریه چقدره؟ مهریه 1391 سکه طلا است. چرا؟ آخه اینشون سال 1391 دیپلمشو گرفته تازه. 1380 تا سکه طلا 6 5 چند کیلو طلا میشه. به خاطر چی ایشون سال 1380 به دنیا اومده، سال تولدش؟ اینا میگه بله. حالا بگه خب چرا من بدهکار نشدم؟ نه دیگه، ازدواجی که در چارچوب شهر باشه، هر چیزی در چارچوب شهرش. بله، ازدواج، نماز، استغفار، دعا، توکل، شکر، نکاح، صدقه، صدقه دادن، بله، انفاق کردن. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کیه که انفاق بکنه و صدقه بده تا الله تعالی صدقه اون رو چندین برابر بکنه؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئة حبه. کسانی که در راه تعالی خرج میکنن،
مثال اینا دانه است که میکاره، 7 تا خوشه در میاد، از این 7 تا خوشه هر کدوم 100 تا دانه میده، 700 تا و بلکه بیشتر. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. در سوره سبع الله متعال میفهمد آنچه که شما انفاق میکنید در راه الله متعال برای شما جایگزینش رو الله متعال میاره. و هو خیر الرازقین. ادامهش چی میفهمد؟ بهترین روزی دهنده است. نترس از این که خب من روزیم کم میشه. البته انفاق هم ضوابط داره. اینجوری که باز الله تعالی فهمود که ولا تبسط لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. اینجوری دست تو گلوت نگیر که خودت خفه بکنی از خسیسی و انقدرم دیگه باد دست نباش که هر چی داری ببخشی و خودت لخت و پخت بشی و چی نداشته باشی. اما این سبب نشه. اینها خلاصه مواردی هست، مهمترین مواردی هست که در قرآن کریم درباره کلیدهای روزی. جناب شیخ سلیمانی بزرگوار، البته وقت برنامه ما رو به اتمام است، 6-7 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. شما به نماز، دعا، استغفار، شکر، توکل، صدقه و انفاق و نکاح به عنوان درهای روزی اشاره کردین، گفتین عمل به این موارد خودش باعث جلب روزی بر انسان میشه. اما سوالی که در ذهن، البته من اینجا بارها گفتیم که من نماینده بیننده هستم، سوالی که در ذهن بسیاری ها خطور میکنه و این سوال میخوام بکنن نیست که خب شما این موارد ذکر کردین، خوب موارد است، خوب درهاست، اما در مقابل میگن میبینیم که به طور مثال هیچ از مسلمان ها ذکر نمیکنیم، میبینیم میریم طرف کشورهای غربی، کشورهایی که اصلا از اسلام در اونجا خبری نیست. میگه خداوند برای آنها همه زمینه های مال و منال و امکانات دنیایی را مهیا کرده و در یک رفاه و آسایش تمام بسر میبرند، از امکانات، از خانه گرفته تا ماشین تا نمیفهم فضا تا همه چیز در دستشان است، در حالی که نه نماز میخوانند، نه روزه میگیرند، نه توکل دارند، اصلا مسلمان نیستند، نه صدقه میتن هیچ. خب این چطور میتونیم این معما یا این مشکل حل بکنیم؟ ببینید سوال میکنم به صورت خلاصه که در چند آیه بخوام پاسخ بدم. الله متعال در آیه 96 سوره مبارکه اعراف بله فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل سرزمین ها و قریه ها تقوا پیشه بکنن، الله متعال درهای رحمت و برکتش رو از آسمان و زمین به سوی اونها باز میکنه. و گفتیم نماز نشو، گفتیم استغفار، گفتیم نماز، گفتیم توکل، گفتیم خلاصه اینا تقوا است. انسان روزی با تقوا به دست میاد که همه اینها رو به دست میگیره. نقطه مقابلش میبینیم من چون که شما اشاره کردید. بله کاملا درسته. ظاهرش درسته. بله. که اینها کفاری هستن و ظاهرا خیلی از زندگی کفار هم مرفه‌تر و آزادتر از ماست. الله متعال در آیه 44 سوره مبارکه انعام میفرماید من بندگانی دارم که منو کلا فراموش کردن. الله متعال رحیم است. رحمان است. الله متعال یکی از صفاتش عدل و عدالت. مؤمن قیامت از اون است. یعنی غیر از رزق دنیایی رزق دیگری هم داره، روزی دیگری هم داره. اصلش قیامته، اصلش قیامته. اما در دنیا، در دنیا ولا تنس نصيبك من الدنيا. در دنیا الله متعال برای کافری که قیامت رو نداره آنچه که عبادت، آنچه که کار خیر میکنه، کافرم کار خیر میکنه دیگه، انسان دوستی داره، حب خیر داره، یک کسی بگیم دست اینو میگیره دستونو میکنه، یک کار خیر انجام میده. الله تعالی کافر رو در دنیا بهش میده، این خلاصه بحث. مسلمان رو در دنیا بهش نمیده چون آخرت میخواد. برای مسلمان، برای مسلمانی که الله تعالی هر کسی رو که دوست داره آزمایش میکنه و ثمرش رو در دنیا بهش نمیده. دلیل آیه 44 سوره انعام الله تعالی میفرماید فلان من نسو مذکر رو بهی. وقتی که فراموش کردن اون قوم طایفه‌ای که به اونها پند داده شد، بله، دستورات انبیاء الهی رو، رسالت دعوتگران رو، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، فقط کنیم فتحنا علیهم ابواب کل شیء، درهای همه چیز رو برشون باز کردن،
حتی اذا فرحوا بما اوتوا، سرمستن از اون چیزی که اونها داده میشه. به یک دفعه اونها رو الله تعالی میگیره، عذاب میاد، زلزله میاد در قعر دریا، موجهای آب میاد کنار دریا، 500 هزار نفر رو در شرق آسیا تسونامی میشه میکشه، تصادف میکنه میمیره. اینم نشه ملک الموت میاد جونشو میگیره میره. در همین آیه 132 سوره مارکه تاها که خوندیم در باره نماز، آیه قبلش چیه؟ آیه 131 ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم. چشم ندوزی، چشم ندوزی، دراز نکنی چشم تو به آنچه که به کفار من الله متعال، به گروهی از هم، همشون هم نه، یک بخشی از اونها، بله کافر فرق زیاد داره، بله به اونها دادم. چرا؟ زهرتن حیات دنیا، یک نعمتی از دنیا رو بهشون دادم، گلهای از دنیا، لنفتنهم فی، تو اونها رو آزمایش بکنم، ابتلا بکنم. و رزق ربک خیر و ابقا، رزق الله تعالی برای توی مسلمان خیلی بهتره و باقی مانده تره. بعدش میفهمم دو امر اهلک به صلات و استقامت، اینجا رزق همون نماز است، همون اسلام است، همون عقیده است، همون قناعت است، درست؟ کافر فقط اگر یک بودی از رزق بهش داده الله تعالی، اونم مال، ایمان بهش نداده، آرامش بهش نداده، سکون بهش نداده، قیامت رو بهش نداده، بهش رو بهش نداده، چرا ما اینا رو فراموش میکنیم؟ اینها رو بهش نداده. پس مسلمان نباید این سوال یا این پرسش در ذهنش خطور کنه. آیه 178 سوره مبارکه آل عمران خیلی آیه عجیبه است. آیه 178 این عزیزان بنویسید. آیه 178 آل عمران، 44 سوره مبارکه انعام، 131 سوره مبارکه طه، این آیاتیه که به ما میفهمونه این موضوع رو. آیه 178 سوره آل عمران علی متام میفهمه ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، کافرها فکر نکنن که من به اونها مهلت میدم، خیرشون رو میخوام. پس یا الله به خاطر چی به اونها مهلت میدی؟ انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب الیم، بیشتر مهلت میدم تا بیشتر گناه کنن، روز قیامت بیشتر عذاب میکشن. بعضی وقتا الله متعال، آیا همیشه نعمت الله متعال و رزق روزی نشان محبت الله تعالی به یک شخص است؟ اینجوری نیست. اگر یک کسی در رزق روزی الله تعالی بهش فراوان داده نگاه میکنیم، اگر پایبند به دین است، این همونیه که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. بعضی وقتها رزق و روزی، افزایش رزق و روزی نشانه تقوا و اخلاص به الله تعالی و نزدیکی به الله تعالی است، و بعضی وقتها دقیقاً نقطه مقابلشه. وقتی که کسی از الله متعال کلا فعلا ما نس اومد و کرو به گفتیم آیات رو خوندیم، الله متعال میفهمه کسی که منو فراموش کنه منو ولش میکنم، بیشتر بهش مال میدم، نعمت میدم، سلامتی میدم. چرا؟ برای مؤمن ولا نبلوان نکن بشه امن الخوف والجو والنقص من الاموال والانفس والثمرات، تمام آزمایشات زندگی انسان در گرسنگی، در بیماری، در مشکلات، در مصیبت ها، اینا همش نعمته. چرا؟ توفیق اجباریه، انسان رو برمیگردونه به سمت الله تعالی، رابطه انسان رو با الله تعالی دوباره خوب میکنه. اما الله تعالی بعضی رو ول کرده، باره خودشون اصلا نمیخواد که اینا برگردن، یا اینکه مهلت داده چنانه که گفتین لیزداد و اثمن، به خاطر گناهشون بیشتر گناه میکنن، چون برنامه میگردن بیشتر گناه میکنن. لکه مؤمن خیرکم من طال عمره و حسن عمله، مؤمن اگر الله تعالی اون رو در رزقش ابتلا بکنه برمیگرده، کافر رو الله تعالی دیگه بر کرده اصلا باره خودش، تا بیشتر گناه بکنه بیشتر عذاب ببینه. پس این کلای متعال میبینیم که کافر بیشتر داده دلیل بر محبت الله تعالی نیست، دلیل بر غضب و خشم الله تعالی است، که چون میخواد اونها رو بیشتر عذاب کنه برشون کرده. اگر کسی نعوذ بالله دوست داره که الله تعالی بیشتر عذابش کنه، آزاده. تشکر استاد سلیمانی گرامی، دوست داشتیم که بیشتر از شما بشنویم درباره درهای روزی و آیات بیشتر از آیات قرآن کریم اشاره کنین. اما وقت ما به پایان رسید، امیدوار هستیم که این برنامه باب باشد و کلیدی باشد به سوی تدبر و تفکر در آیات قرآن کریم، به خصوص در باب رزق و روزی. بیننده های عزیز و گرامی، وقت برنامه ما در این لحظات به پایان رسید. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به پناه الله متعال می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر از شما.